بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بهداشت جهانی نخست مورد وبا در لبنان پس از درگیری های بین ارتش اسرائیل و حزب الله را تایید کرد. این سازمان از شیوع وبا به دلیل شرایط بهداشتی نامناسب و کمبود آب آشامیدنی سالم در میان آوارگان ابراز نگرانی کرده است. بیش از 1 میلیون نفر در لبنان به خاطر درگیری ها آواره شدند. دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است اطمینان یابد که کمک‌های مهاجرتیش به ترکیه برای نقض حقوق مهاجران استفاده نمی‌شود. این نهاد نگرانی‌های درباره اخراج مهاجران افغانستانی و سوری توسط ترکیه و ادامه حمایت مالی اتحادیه اروپا برای مدیریت مهاجرت مطرح کرده است، در حالی که اخراج مهاجران ادامه دارد. مسلمانان در ایالت هیمچال پرادش هند به دلیل تجمع‌های ضد اسلامی و تهدیدها با اضطراب و ناامنی مواجه هستند. این تجمع‌ها با هدف تخریب مسجد و تحریم اقتصادی علیه مسلمانان شکل گرفته و بسیاری را مجبور به ترک محل زندگی خود کرده است. وضعیت فعلی نیازمند اقدام جدی برای حفظ امنیت مسلمانان است. سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داد که درگیری‌های میان نیروهای فدرال اتیوپی و شبه نظامیان محلی در شمال غرب اتیوپی پناهندگان سودانی را در معرض خطرات جدی قرار داده است. در منطقه آمهره پناهندگان با آزار و تهدید گروه‌های مسلح مواجهند و نیاز فوری به حمایت و حفاظت دارند. این وضعیت نیازمند اقدام سریع جامعه بین‌المللی است. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که تبعیض و نفرت پراکنی علیه مسلمانان و پناهجویان در مجارستان در حال افزایش است. این گزارش بر لزوم توقف این تبعیضات و مقابله با نفرت پراکنی تاکید دارد. همچنین نگرانی‌های درباره آزار اقلیت‌های دیگر مطرح شده است. دولت مجارستان تاکنون واکنش به این گزارش نداشته است. بر اساس گزارش CDC آفریقا، شیوع آبله میمونی در این قاره ادامه دارد و شمار قربانیان به بیش از 1100 نفر رسیده است. در هفته گذشته 50 مرگ و 4051 مورد ابتلا گزارش شده است. تاکنون 42438 مورد در 18 کشور ثبت شده که نشان دهنده افزایش 380% نسبت به سال گذشته است. کودکان پناهجوی روهینگیایی در دهلی به دلیل نداشتن مدارک هویتی با مشکلاتی در ثبت نام در مدارس دولتی مواجه هستند. این موضوع زندگی تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار داده و والدین نگران آینده فرزندان خود هستند. فلان حقوق کودکان خواستار رسیدگی به این معضل شدند، زیرا این وضعیت نقض حقوق آموزشی محسوب می شود. ناسا از لباس‌های فضایی جدید برای مأموریت بازگشت به ماه رونمایی کرد که توسط شرکت اکسیوم اسپیس و برند لوکس پرادا طراحی شده است. این لباس‌ها سفید، مقاوم به حرارت و مناسب پیاده‌روی‌های فضایی تا 8 ساعت هستند و فضانوردان را در برابر شرایط سخت ماه محافظت می‌کنند. مأموریت بازگشت به ماه در سال 2026 انجام می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که ماست پرچرب می‌تواند تا 99% از ترکیبات بدبوی ناشی از سیر را کاهش دهد. سیر با وجود محبوبیتش در غذاها باعث بوی ناخوشایند دهان می‌شود. پژوهشگران دانشگاه ایالتی اوهایو توصیه می‌کنند که پس از مصرف غذاهای حاوی سیر برای کاهش این بو مقداری ماست طبیعی مصرف شود. محققان دانشگاه جانز هاپکینز تراشه‌ای کوچک طراحی کردند که می‌تواند نشانگرهای خونی حمله قلبی را در عرض چند دقیقه حتی در غلظت‌های بسیار پایین شناسایی کند. این فناوری تشخیصی قابل استفاده در منزل است و زمان تشخیص را کاهش می‌دهد.
تشخیص سریع در مواقع حمله قلبی می تواند به بهبود جریان خون و کاهش آسیب قلبی کمک کند.